لا إله, لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بندغان عزيز وهمراهان هميشيغي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته موفق و پیروز باشید و آرزومندم که خدای تبارک و تعالی در این ایام و لیالی توفیق بندگی عبادت تلاوت قرآن عمل به دستورات قرآن و همه شما ان الله لطف و کرامت بفرماید حقیر رمزدای خیرتان فراموش نکنید ایام شهادت مظلومانه و غریبانه مول الموحدین امیر بیان علی ابن ابی طالب علیه صلات و السلام را خدمت شما تسلیت و تعذیت عرض می کنم امیدوارم که در مسیر علی علیه صلات و السلام قرار بگیریم تا از این طریق به وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم متصل شویم و از طریق پیامبر گرامی اسلام و الله پاک و اما شب قدر است و شب شب زندداری نیایش و توجه به معبود از یک سو و توجه به خلق در مستاق کمک و اعانت از سوی دیگر خب شب قدر را مسلمانان احیا می کنند نماز می خوانند طاعت و بندگی انجام می دهند سوال می شود که شب قدر چه شبی است و چه اتفاقاتی در این شب می افتد خدای تبارک و تعالی در قرآن میفرماید که شب قدر را لیله مبارک میخواند یعنی شبی که کاملا مبارک است و شبی است که در او برکات معنوی و مادی شامل حال انسان ها می شود مهمترین و بارسترین نکته ای که در شب قدر قابل تذکر است معنای قدر است قدر به چند معنا آمده است یکی از معانی قدر به معنای اندازگیری است یکی دیگه از معنای قدر به معنای عظمت و بلند مرتبگی است خب شب قدر شب قدر میگویند به خاطر از ای که در این شب تمام انسان ها و موجوداتی که قرار است زندگی کنند در این عالم برنامه یک ساله از اینا تنظیم میشه برنامه یک ساله و این چیزی دور از آبادی نیست در جامعه انسانی هم هست میگه برنامه یک ساله شما در این زمینه چیست چشمانداز یک ساله شما چشمانداز دو ساله سه ساله پنج ساله چیست خدای تبارک و تعالی در شب قدر چشمانداز یک ساله انسان ها و موجودات مقدر میکنه و البته ای اگر کسی تصور کنه که با اختیار انسان سازگاری نداره نه خیر با اختیار انسان هم سازگاری داره خدای تبارک و تعالی با توجه به آنچه که انجام داده ایم میبینه و با توجه که در این مرحله که هستیم با توجه به همه الان و قوت و کارهایی که انجام دادیم برنامه یک ساله انسان مقدر میسازه و البته هم که برنامه انسان مقدر می شود باز به صورت حتمی نیست می شود با عمل کرد خوب اونا را تغییر داد و می شود با عمل کرد زشت و گناه هم را تغییر داد پس از این بابت شب قدر را شب قدر می یکی دیگه معنای قدر و معنای عظمت چون این شب شب بسیار با عظمت و بزرگیست آنگونه بزرگ است که خدای سبحان خودش در سوره قدر میفرماید انا انزلناه فی لیله القدر ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم بعد میگه و ما ادراک ما لیله القدر ای پیغمبر تو چه میدانی شب قدر چیست یعنی ای قدر عظمت داره این قدر بزرگی داره که حتی برای وجود نازلین پیامبرم این امر اگر قرآن نمی بود پوشیده بود و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر شب قدر که یک شب خیر و بهتر است از هزار ماه بنابراین اگر هزار ماه را ما تقسیم بر دوازده کنیم که هر سال دوازده ماه میشه هشتاد و سه و اندی سال یعنی یک شب برابر با هشتاد و سه سال و چند ماه خیلی عزبت داره ره 80 ساله را یک شبه انسان می تواند در اثر بندگی و عبودیت تایی کنه پس شب نزول قرآن شب بسیار با برکتیه که یک شبش برابر با هزار ماه لیلت القدر خیر من الف شهر دیگه چه اتفاقی می در این شهر تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر نازل میشوند شوند ملائکه با سرکردگی و با مدیریت روح که بزرگترین فرشته حضرت حق اینا در زمین نازل میشن تمام امورات میارن امورات پیش کی میارن پیش بنده رسولی پیش شما بیننده عزیزی که میشنوی پیش کسای دیگه علما دانشمندان نخیر پیش کسی می آورد که او کس جانشین حضرت حق و جانشین پیغمبر و جانشین ائمه معصومینه و او کسی نیست مگر وجود نازنین امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پس در شب قدر فرشتگان نازل می شود میگه این قدر فرشته نازل می شود بر روی زمین که زمین با ای بزرگی و عظمت جایش تنگ میشه از بس که فرشته نازل میشه ممکنه بگوی عجب گپا میزنه یا آخوندا ما خود چیزی رو نمیبینیم خب این بر این نیست که هر چیزی را که ما ندیدیم وجود نداشته باشه همین الان در اطراف ما موجوداتی است که ما اینا رو نمیبینیم اما بگیم که نیست نه خیر امواج رادیویی امواج موبایل همین الان در اطراف مایه که ما از اینا استفاده میکنیم اما اینا رو نمیبینیم آیا میتونیم بگوییم که نیستن؟ نه خیر پس فرشتگان نازل میشوند و مقدرات یک ساله را محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف میارند و به امضای امام زمان میرسه. آیا حیف نیست در شب نزول قرآن در شبی که یک شب برابر با هشتاد و سه سال و چند ماه در شبی که فرشتگان نازل میشوند محضر قطب عالم امکان ما خواب باشیم از امام معصوم علیه السلام سوال کردند شما شب قدر را به ما تعیین کنین امام تعیین نکردند بین 19 و 21 و 23 در گردشه. علتش که ما بیشتر عبادت کنیم بیشتر کرنش کنیم بیشتر طاعت،, طاعت،, و عبادت انجام بدیم البته ما در یک روایاتی هم داریم از وجود ناظرین امام صادق علیه السلام میگه امور در شب 19 هم مقدر بشه. در شب بیست یکم دیگه تمام آن چیزی که پس و پیش داشته کلیگیش انجام میشه و در شب بیست سوم امضا و به صورت دیگه مهر میشه مهر تایید به زده میشه اما ما باز در روایت ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین داریم که نسبت به شب بیست و یکم و بیست سوم خصوصا شب بیست و سوم تاکیدی بیشتری داشتن تا جایی که روایت شده است وجود نازنین صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در این شب سعی میکردن که بچه ها بیدار بمانه و اگر یک وقتی چرتی به سراغ از اینا می آمد یا حالت خستگی بر از اینا دست میداد با پاشاندن آب و صورت اینا اینا را سر حال نگه می داشتن امیدوار هستم که خدای سبحان در این شب توفیق بندگی بیش از پیش به همه من شما لطف و کرامت بفرماید والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته